به نام خدا. سلام، امین وحدت هستم. با هم دیگه میخوایم جلسه دوم از آموزش مشتق رو شروع کنیم. جلسه اول رو به طور کامل تدریس کردیم که در یوتیوب بنده وجود داره، همچنین لینکش رو این پایین در قسمت دیسکریپشن و این بالا میذارم. اگه ندیدید برید جلسه اول رو ببینید که مشتق رو اثبات کردیم، فرمول های مشتق رو گفتیم و چند تا مثال براش حل کردیم و به صورت هندسی هم بررسیش کردیم. حالا در جلسه دوم کارمون رو با مثال هایی بیشتر و اثبات هایی بیشتر شروع می کنیم. بریم که این جلسه رو با هم دیگه داشته باشیم، انشالله که براتون مفید باشه. قبل از اینکه جلسه دوم رو شروع کنیم بهتون پیشنهاد میکنم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا از آموزشات فیزیک و ریاضیات بنده استفاده کنید. همچنین به زودی ویدیوهایی رو در باب مطالب علمی و مطالب روز دنیا در علم فیزیک و ریاضیات و علوم دیگر درست میکنم و منتشر میکنم. هم در پیج اینستاگرام خودم هم اینا رو به صورت کوتاه بار توضیح میدم و ویدیوهای کوتاهی رو هم اونجا منتشر میکنم که بهتون پیشنهاد میکنم اینستاگرام من رو هم دنبال کنید. بریم شروع کنیم جلسه دوم از آموزش مشتق رو. خب جلسه رو با مثال اولمون شروع میکنیم. یه مشتق تابع fx مساوی x3 به اضافه 2x را در نقطه x0 مساوی 1 بیابید. کاری که ما میکردیم دیگه از جلسه اول به یاد دارید، میگفتیم که چون گفته در نقطه 1، پس f' 1 میخوایم مشتق در نقطه 1 رو به دست بیاریم. فرمولش رو من یه بار دیگه مینویسم تا ملکه ذهنتون بشه. x میل میکنه به سمت a، f x منهای f a تقسیم بر x منهای a. این فرمولی بود که براش به کار میبریم. پس در نتیجه میگیم که f پریم، خب اینجا یک نذارم دیگه x بذارم، این فرمولش بود. حالا f پریم 1 رو میخوایم پیدا کنیم، میگیم لیمیت، خب اینم ببخشید یه لحظه، این f x نه f a دیگه، چون مشتق در نقطه a رو میخوایم پیدا کنیم، f a. خب پس f 1 این همون نقطه a هستش، این همون نقطه a هستش. پس f a f پریم 1 مساوی هستش با لیمیت x میل میکنه به سمت a که همون 1 هستش، f x مون x به اضافه 2 x هستش. ببینید f x ما اینهاش x به اضافه 2 x منهای طبق این منفی که اینجا وجود داره منهای f a. نقطه 1 رو باید بذاریم داخل تابع. ببینید f 1 برابر میشه با 1 به توان 3، 1 به اضافه 2 ضرب در 1، 1 1 به اضافه 2 میشه 3. پایین هم می‌نویسیم x منهای a، x منهای 1. حالا اگه ما اینجا به جای x هامون 1 رو قرار بدیم، این برابر 0 0 رو میشه، یعنی هم صورت 0 میشه هم مخرج و یه حالت مبهم هستش که ما باید رفع ابهام انجام بدیم. من رنگ عوض کنم که راحت تر ببینید. پس برای رفع ابهام می نویسم اینجا رفع ابهام، بیایم بگیم که لیمیت x میل میکنه به سمت 1، x منهای 1 رو در مخرج می نویسیم. برای اینکه رفع ابهام انجام بشه، ببینید مطمئن باشید توی صورت یه عبارتی باید وجود داشته باشه تا با این مخرج ساده بشه، یعنی عامل ابهام ما که x منهای 1 هستش، عامل ابهام ما x منهای 1 هستش. من اینو پاک کنم که اینجا نمونه. تو صورت هم باید پدیدار بشه. اما ببینید این عبارتی که اینجا وجود داره x به اضافه 2 x منهای 3، من میتونم یه دونه x منهای 1 ازش بکنم، این طرف هم برای من میمونه x2 به اضافه x به اضافه 3. اینو از کجا آوردم؟ ببینید از تقسیم چند جمله ها، ببینید از تقسیم چند جمله ها، یعنی x به اضافه 2x منهای 3
تقسیم بر x منهای ببخشید تقسیم بر x منهای 1. خب اگه اینو تقسیم کنیم ما در آخر x2 به اضافه x به اضافه 3 رو ما گیر میاریم که اینجا باقی مانده 0 به ما میده. پس مقسوم و مقسوم علیه ما این دوتا هستن. اما راه ساده تری هم برای فهمیدنش وجود داره. اینو پاک کنم، من دیگه نمیخوام من تقسیم چند جمله ها رو تدریس کنم، باید خودتون اون رو یاد بگیرید. حالا خواستید بعدا به هم در قسمت دیسکریپشن بگید، بلد نیستید یه ویدیوی کوتاه براش من تولید میکنم. ببینید راه ساده تری هم وجود داره. مگه اینجا ما به جای x ها 1 نذاشتیم که برابر 0 شد؟ یعنی 1 این عبارت x به اضافه 2 x منهای 3 رو 0ش کرد. یعنی چی؟ یعنی ریشه اونه، عدد 1 ریشه اینجا هستش. پس یکی از ریشه های ما عدد 1 هستش. من بر طبق اون نوشتم x منهای 1، حالا طرف دومش هم نوشتم. راه دیگه هم وجود داره به نام راه حل هورنر. قانون هورنر رو میتونیم استفاده کنیم که در جلسات بعدی بهتون خواهم گفت راحت تر پیداش کنید. پس لیمیت x من میکنه به سمت x منهای 1، x2 به اضافه x به اضافه 3 تقسیم بر x منهای 1. حالا این دوتا x منهای 1 با هم دیگه ساده میشن، این مساوی میشه با لیمیت x2 به اضافه x به اضافه 3 x من میکنه به سمت 1. حالا به جای یک ایکس ما یک قرار میدیم که میشه یک به اضافه یک به اضافه سه مساوی پنج. پس مشتق این برابر پنج هستش. راه حل سریع تر، امروز راه حل های سریع تر رو هم بهتون خواهم گفت. اف پریم ایکس برابر هستش با سه ایکس دوی به اضافه دو. حالا به جای ایکس من یک قرار بدم، میشه سه ضرب در یک به اضافه دو مساوی پنج. راحت تر هم میتونستیم اینو پیداش بکنیم. بریم سراغ مثال دوم خودمون. میگه که مشتق تابع fx مساوی رادیکال x را در نقطه x0 مساوی 1 پیدا کنید. ببینید اینا همشون من x0 مساوی 1 نوشتم، قرار نیست همش x0 مساوی 1 باشه، هر نقطه ای رو میتونن به ما بدن، ما همین راه رو پیش میگیریم. پس دیگه من فرمول رو نمینویسم، یک سره میگم f' 1 برابر هستش با لیمیت x میل میکنه به سمت 1 fx ما رادیکال x هستش منهای f1، یعنی همون fa ما که میشه f1، اینجا 1 قرار بدیم میشه رادیکال 1 که میشه 1 تقسیم بر x منهای 1. این هم برابر 0 0 روم خواهد شد، یه حالت مبهم هستش. حالا برای رفع ابهام این می نویسیم لیمیت x میل میکنه به سمت 1. اینجا عامل ابهامی که ما داریم x منهای 1 هستش، عامل ابهام x منهای 1 هستش. اما قرار نیست که همیشه عامل ابهام برای ما حذف بشه یا ساده بشه، ممکنه که یه عبارت دیگه رو ما از صورت مخرج ساده کنیم و این از حالت مبهم در بیاد. من اینجا میخوام براتون اون کار رو انجام بدم. ببینید این عبارت پایین رو من به صورت اتحاد مزدوج میتونم بنویسمش، یعنی رادیکال x منهای 1 در رادیکال x به اضافه 1. خب کسایی که چشمای تیزی داشته باشن میبینن که چون تو صورت رادیکال x منهای 1 وجود داره، من این کارو کردم تا با این مخرج ساده بشه. حالا مینویسم رادیکال x منهای 1، این پایین هم مینویسم رادیکال x به اضافه 1 در رادیکال x منهای 1. میبینید من عامل ابهام رو که x منهای 1 رو هضم نکردم، یعنی ساده کاری نکردم، یه عبارت دیگر رو ساده کاری کردم. حالا به راحتی می نویسم لیمیت 1 رادیکال x به اضافه 1 x من میکنه به سمت 1. حالا من به جای x ها جایگذاری میکنم 1 که بالا میشه 1، پایینم میشه رادیکال 1 به اضافه 1 میشه 1 دوم. جواب ما یک دوم خواهد بود. حالا راه حل سریعتر رو پیش بگیریم. ببینید مشتق تابع fx ما برابر میشه با یک به روی دو رادیکال x که امروز براتون اینو اثبات خواهم کرد. حالا به جای x تا یک بذار،
ایکس مساوی یک بذار میشه یک به روی دو ضرب در یک مساوی یک دوم. راحت تر و به صورت ذهنی همه اینها رو میخوایم پیدا کنیم. در ادامه بحثای ما بر سر این مشتقهای ساده نیستش، بحثای ما فراتر از اینه که اینا مقدمه‌ای هستش. همه اینها رو از جلسه دو سه به بعد راحت تر به صورت ذهنی میتونید پیدا کنید. بعدن هاست که با ترکیب مشتق و توابع پیچیده تر و حتی پیوستگی اونجا کارها یکم سخت‌تر میشه که باید این پایه رو یاد بگیریم. بریم سراغ اثبات هامون که میخوایم مشتق تابع x به توان دو رو اثبات کنیم. حالا اینجاست که میایم از فرمول دوم مشتقمون که بهتون گفتم استفاده میکنیم. چی بود؟ f پریم x برابر بود با از جلسه اول اگه به یاد داشته باشید لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، f x به اضافه هاش منهای f x تقسیم بر هاش. این فرمول دومی بود که گفتیم برای اثبات ها خیلی ازش استفاده خواهیم کرد. پس من میذارم همین گوشه این بمونه. بیایم اینجا اینو به کار بگیریمش. میگم که مشتق تابع f x رو میخوایم. مینویسیم f پریم x برابر هستش با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، تو مخرج هاش رو مینویسیم. ببینید میگه f x به اضافه هاش، f x ما که x2 هستش، به x هاش اضافه کرده. پس مینویسیم x به اضافه هاش به توان 2 منهای f x، f x ما همون x2 هستش، x2. حالا اگه من به جای هاش صفر بذارم، ببینید اینجا هاش رو صفر بذارم میشه x2 منهای x2 صفر، به جای هاش صفر بذارم بازم میشه صفر. یک حالت مبهم هستش. برای رفع ابهام، رفع ابهام من میام اینجا این اتحاد اول رو باز میکنم، مینویسمش لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، این اتحاد رو باز کنم میشه x2 به اضافه 2 هاش x به اضافه هاش 2 منهای x2 تقسیم بر هاش. خب اینجا این x2 با این منفی x2 میپره، این برابر میشه با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر. این بالا یه هاش من فاکتور بگیرم، یه هاش فاکتور بگیرم میمونه هاش به اضافه 2x تقسیم بر هاش مساوی هستش. خب عامل ابهام که هاش بود حذف، با هم ساده میشن، این میشه لیمیت 2x به اضافه هاش، هاش میل میکنه به سمت صفر مساوی هستش با. حالا ببینید به جای هاش میتونیم با خیال راحت صفر قرار بدیم، پس این صفر، این برابر میشه با 2x. پس مشتق تابع fx مساوی x2 برابر 2x خواهد بود، مشتق تابع fx مساوی x2 2x خواهد بود. حالا از این به بعد بهتون گفتن که مشتق تابع fx مساوی x2 را در نقطه 3 بیابید، درجا میگی که f پریم x که همون x2 هست، f x ما x2 هستش، ببینید f x مساوی x2، میگی که در x0 مساوی 3 مثلا پیدا کنید، میگی f پریم x برابر 2x هستش، به جای x3 بذار مشتقش برابر 6 میشه. به همین راحتی. بریم سراغ مشتق تابع f x مساوی رادیکال x. بازم از همون فرمولی که بهتون گفتم در اسلاید قبل استفاده خواهیم کرد. می نویسیم f پریم x برابر هستش با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، هاش f x به اضافه هاش منهای f x. از این فرمول دوباره استفاده خواهیم کرد. رنگ ماژیک رو عوض کنم.
می نویسیم لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، هاش رو اینجا قرار میدیم. حالا اینجا رادیکال x هستش به اضافه هاش شده، می نویسم رادیکال x به اضافه هاش منهای رادیکال x، که این دوباره یه حالت سف سفروم مبهم هستش. رفع ابهاممون، در رفع ابهاممون ببینید من میام یه اتحاد مزدوج صورت رو بهش ضرب میکنم، پس می نویسمش لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر رادیکال x به اضافه هاش منهای رادیکال x. ببینید بدون اینکه این لیمیت رو بهش هنوز تاثیر بدید، یعنی اینجا یه خط میکشم من، هنوز تاثیر ندادیم بهش، ضرب میکنیم در مزدوجش. با یه رنگ دیگه من مزدوجش رو بنویسم، میشه رادیکال x به اضافه هاش به اضافه رادیکال x، این پایین هم میشه رادیکال x به اضافه هاش به اضافه رادیکال x. مزدوج صورت رو بهش ضرب کردم. حالا ببینید وقتی مزدوجش بهش ضرب شده ما چیکار میکنیم؟ میگویم اولی به توان دو منهای دومی به توان دو مساوی میشه با، حالا مینویسیم لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر اولی به توان دو که میشه x به اضافه هاش منهای دومی به توان دو که رادیکال x هستش میشه x. این پایین هم برای ما میمونه هاش در رادیکال x به اضافه هاش به اضافه رادیکال x مساوی هستش. ببینید این بالا این منفی x با این مثبت x میره، یه هاش اینجا برای ما میمونه در کل صورت، پس در کل صورت ما یه هاش برای ما بود. این هاش صورت هم با این مخرج که ضرب هستش ساده میشه، به جاش یک میمونه، پس این میشه لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر یک بروی رادیکال x به اضافه هاش به اضافه رادیکال x. حالا با خیال راحت که عامل ابهام ما هست شد، هاش هست شد، به جای هاش ها یا همون به قول بعضی از دوستان h، من قرار میدم صفر، به جای این قرار میدم صفر، پس این برابر میشه با دیگه لیمیت رو برمیداریم چون جایگذاریش کردیم، این میشه رادیکال x به اضافه رادیکال x مساوی هستش با یک به روی دو تا رادیکال x، پس مشتق تابع f x مساوی x دوی ما برابر هستش با یک به روی دو رادیکال x. حالا اگه مشتقش رو در هر نقطه ای خواستن ما به جای x اون نقطه رو قرار میدیم. اگه در امتحانات نهایی این رو بهتون دادن باید به صورت فرمولوار اینجوری اثباتش کنید. خب اگه روی سوال گفته باشه که بدون استفاده از فرمول و جواب کوتاه بنویسید، میتونید راحت بنویسید یک به روی دو رادیکال x بعد نقطه رو در اون جایگذار کنید. اما برای دوستان ریاضی که رشته ریاضی میخونن این اثباتش رو بهشون میدن، اما در کنکور که نیاز نیست، راحت تر میتونید این رو پیدا کنید بدون هیچ دغدغه‌ای که سه سایت این فرمول ها رو بنویسید، فقط کافیه که اینها رو حفظ باشید. بریم یه اثبات دیگه از یکی از مشتق های مهم رو ببینیم. مشتق تابع fx مساوی 1 به روی x رو میخوایم پیدا کنیم. دیگه من فرمولش رو نمی نویسم، یک سره می نویسم f پریم x برابر هستش با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، این بالا اینجا می نویسم، این پایین دیگه هاش، این بالا هم میشه برای ما ببینید یک ایکسون هستش، می نویسیم یک به روی x به اضافه هاش منهای یک ایکسون، این برابر سف سفروم مبهم خواهد بود. حالا برای رفع ابهام چی کار میکنیم؟ می نویسیم لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، این پایین هاش رو می نویسیم. اینجا یه مخرج مشترک رو بیایم بگیریم،
اگه مخرج مشترک اینجا بگیریم، یه با یه رنگ دیگه بنویسم که با بالای قاطی نشه، مخرج مشترک ما میشه x در x به اضافه هاش. حالا در صورت چی میمونه برای ما؟ ببینید این رو ما در یک x ضرب میکنیم، چون مخرج گیر کردیم، در یک x ضرب بشه میشه x منهای به خاطر این منفی، این رو هم ضرب در این عبارت میکنیم x به اضافه هاش مساوی هستش با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر، این پایین، این دوتا با هم دیگه ضرب میشن دور به دور نزدیک به نزدیک، این میشه هاش در ایکس در ایکس به اضافه هاش. این بالا هم برای ما میمونه، ببینید منفی رو پخش کنیم یه منفی هاش میمونه، مثبت ایکس با منفی هاش میره، یه منفی هاش اینجا برای ما خواهد موند. حالا به جای ببینید اینجا این هاش با این ساده میشه یه منفی یکی اینجا میمونه، پس این برابر میشه با لیمیت هاش میل میکنه به سمت صفر ایکس در ایکس به اضافه هاش منفی یکم تو صورت. حالا با خیال راحت به جای هاش، به جای این هاش ما قرار میدیم صفر، به جای این هاش قرار میدیم صفر، پس این مساوی میشه با منفی یک به روی ایکس ضرب در ایکس، مساوی هستش با منفی یک به روی ایکس دو، پس مشتق تابع یک ایکسوم برابر منفی یک به روی ایکس دو خواهد بود. این هم خیلی مهمه، این تابع یکی از توابع مهمی هستش که باهاش خیلی سر و کار خواهیم داشت، پس مشتقش برابر منفی یک به روی ایکس دو خواهد بود. خب در این اسلاید میخوام بهتون راه های سریع مشتقگیری بعضی توابع رو بگم. اولی رو که میخوام بنویسم براتون همون چند جمله‌ای و تک جمله‌ای های خودمون هستن که ام ایکس به توان n رو ام یک ضریب هستش، ایکس همون مجهولی که مثلا داریم مثلا 3x به توان 2 رو میخواییم بنویسیم مشتقش رو، m یک ضریب هستش، n هم توان هستش، این هم یعنی مشتقش، این پریم که بالای پارانتز میذاریم یعنی مشتقش رو میخواییم بنویسیم. حالا مثال دومی که مثال ندیگه اون روش دومی که برای مشتق تابع رادیکال x میخواییم بکار بگیریم، حالا سومی رو بنویسیم یک ایکسوم که من این ستا رو این دوتا رو که براتون اثبات کردم اینم اثبات کردم به صورت ایکس دو اثباتش کردم، اینجا هم به صورت کلی با هر توانی که بدن میخوایم بنویسیمش، پس اینم از مشتق این میخوام الان براتون بنویسم. بعدی میخوام رادیکال ایکس با فرجه سه رو هم بهتون بگم. این چهارتا در ابتدای کار برای ما مهم هستن که جلوتر با مشتق خیلی توابع آشنا خواهیم شد. ببینید اینجا من میگم که برای مشتق این تا اینجور تابه ها و عبارت ها این توان رو بده بغل، پس این ضریب که جاش همینجا میمونه توان رو بده بغل ضرب در n و یه دونه از توان این کم کن x به توان n منهای 1 که در کل میشه m n x به توان n منهای 1، توان بغل با ضریبش که کار نداریم همینجا میمونه، توان بغل از توان یه دونه کم. الان بهتون مثال خواهم زد اونجا میفهمید. حالا رادیکال x رو هم که بهتون اثبات کردم گفتم که میشه 1 به روی 2 رادیکال x مشتق این، این رو هم براتون اثبات کردم که شد منفی 1 به روی x2. حالا برای اینکه این رو پیدا کنیم این هم میگیم یک، این هم قابل اثبات هستش که جلسات بعدی بهتون اثبات خواهیم کرد، x به توان 2 یه ضریب 3 پشتش داره با فرجه 3، پس شد 1 به روی 3 رادیکال x2 با فرجه 3، مشتق تابع رادیکال x با فرجه 3 برای ما خواهد بود. اما در کل ببینید میخوام در کل بگم که ما چیکار میکنیم وقتی که اینجا یه mu به توان n نشسته باشه
یو هر عبارتی میتونه برای ما باشه، هر عبارتی میتونه برای ما باشه. می نویسیم که ام ان، حالا میگه که یو چیه؟ مثلا یو برابر هستش با 3x 2 به اضافه 2، خودش میتونه یه عبارت باشه دیگه. از این حالت ایکسی ما به صورت عبارتی نوشتیمش، یو میتونه هر عبارتی باشه، ام هم ظریف هستش. می نویسیم ام ان یو به توان ان منهای 1 در یو پریم، یعنی مشتق خود این رو هم محاسبه میکنیم. یه مثال اینجا براتون بزنم، میشه مثلا نوشت 3x2 به اضافه 2x، یه ضریبی هم این پشت بهش بدیم، مثلا مشتقش رو میخوایم حساب کنیم. ببینید این ضریب 3 که همون m هستش، ضرب در توان، مثلا یه توان 2 هم اینجا بهش بدیم، توان بغل ضرب در، ببینید این توانش یه دونه کم بشه میشه 3x2 به اضافه 2x که توان 2 داره منهای 1 بشه، میشه به توان 1 در یو پریم، که یو همین عبارت هستش، یو پریم مشتق اینه، که مشتق این هم هستش 6x به اضافه 2. بهتون گفتم که توان بغل، ببینید هر کدوم رو جداگانه میگیریم، توان بغل میشه 6x به توان 6x، x به توان 1 چون یه دونه ازش کم میشه، به اضافه اینجا دو ضریب هستش، x به توان 1 یه دونه از توانش کم میشه، x به توان 0 که میشه 1. پس این مشتقش هستش. این از اولی. پس mu به توان n، بذارید در اسلاید بعدی بنویسم، mu به توان n مشتقش برابر میشه با mu پریم، ضریبش توانش کم که n هستش، ضرب در u به توان n منهای 1. خب اگه در کل برای دومی بخوایم بگیم که رادیکال u مشتقش، حالا اینجا هم هر عبارتی میتونه بشینه، در کل میگیم که u پریم، الان مثال هاشون رو براتون خواهم زد اونجا میفهمید، رادیکال دو رادیکال u، یو پریم دو رادیکال یو. حالا سومی با فرجه 3، رادیکال یو با فرجه 3، این یو هستش، برابر میشه با، ببینید باز هم اینجا یو پریم یعنی مشتق این عبارت یو، که حالا میتونه یو همون ایکس باشه یا 3x تو به اضافه 5 باشه، هر چی، هر عبارتی که مینویسیم، یه ضریب 3 داره با فرجه 3 یو به توان 2. خودتون هم میتونید شباهت هایی که دارن رو به دست بیارید. حالا اگه ما در حالت چهارم بنویسیم، یک به روی f مشتقش رو میخوایم، مثلا مشتق یک f هم در نقطه a رو، به شرط اینکه این f a برابر صفر نشه، این مخرج نباید برابر صفر بشه، این رو هم میتونیم بنویسیم منفی f پریم a مشتق تابع f در نقطه a تقسیم بر f به توان 2 f 2 a. اوکی، پس f به توان 2 a در مخرج برای ما میشینه. فکر کنم که نفهمیدید، بعضی از دوستانم که آشنا هستن اونا فهمیدن. این مثال ها رو بزنیم همش جا میفته، میخوایم مشتق این رو پیدا کنیم. ببینید این همون یو هستش، این یو هستش، پس می نویسیم ضریب که 3 هستش، ضرب در توان بغل، دو رو می دیم بغل، ضرب در یو پریم که میشه مشتق این یو، مشتق یو پریم برابر هستش با 2، اینم میشه 2، ضرب در یو به توان n منهای 1 که میشه 2x به اضافه 1 به توان 1. در کل این برابر میشه با 12 تا 2x به اضافه 1. میتونیم ضرب کنیم در پارانتز 12 رو، 24x به اضافه 12. مشتق این رو حساب کنیم. ببینید چون اینجا علامت
تفریق اگه تفریق و جنبشینه، ما مشتق رو به دونه دونه عبارت ها منتقل می کنیم. اما در ضرب و تقسیم یکم جریان فرق داره که براتون خواهم گفت در جلسات بعدی. پس مشتق هر عبارت رو جداگانه ما حساب می کنیم. مشتق این میشه دو ضرب در توان بغل، سه ضرب در از توان x یه دونه کم کنیم میشه x2 به اضافه این یکی، سه ضرب در x به توان صفر. چرا؟ چون توانش یک هستش، یه دونه کم کردیم شد صفر. پس میشه 6x2 به اضافه اینم که میشه یک، 6x2 به اضافه 3. اوکی؟ گفتیم که مشتق این u هستش رادیکال u. ببینید مشتق رادیکال u، رادیکال u برابر بود با u پریم به روی دو رادیکال u. ازش استفاده میکنیم، اینجا مینویسیم دو رادیکال دو ایکس به اضافه یک، یو پریم که مشتق این داخل هستش میشه دو. این دوها با هم دیگه ساده میشن، مساوی میشه با یک به روی رادیکال دو ایکس به اضافه یک. مشتقش به راحتی قابل محاسبه هستش. ببینید هر چقدر مثال حل کنید دستتون رمونتر خواهد شد. مشتق این رو میخواییم حساب کنیم. اینجا من بهتون بگم یه تابعهایی داریم که بهش میگیم توابع هموگرافیک، یعنی درجه اول به روی درجه اول یا درجه صفر به روی درجه اول. مثلا یک ایکسوم یه تابع هموگرافیک هستش، 3x به اضافه 2 تقسیم بر 5x به اضافه 3 یه تابع هموگرافیک هستش. مشتق همچین توابعی که یعنی بنویسیم a x به اضافه b c x به اضافه d، مشتق همچین توابعی رو میخوایم حساب کنیم، در کل مینویسیم مخرج به توان دو، مخرج به توان دو c u، چرا نوشتم c x به اضافه d به توان دو، این بالا هم مینویسیم a d منهای بسه، آد منهای بسه، مشتق یه همچین توابعی هستش. خب اینجا میخوایم اینو حساب کنیم، پس مینویسیم مخرج به توان دو در مشتق تقسیم، این رو بهتون بیشتر خواهم گفت، 4x به اضافه 2 به توان 2 این بالا. ببینید ضریب x ضرب در این دو منهای ضریب این x ضرب در 5، پس میشه 3 ضرب در 2 منهای 4 ضرب در 5 مساوی هستش با 4x به اضافه 2 به توان 2، اینجا میشه 6 منهای 20، 6 منهای 20 برابر هستش با منفی 14 4x به اضافه 2 به توان 2. مشتق این تابع برای ما میشه. این هم از مثال آخر این جلسه. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید و مثال ها رو خوب حل کنید. من بهتون 4 5 تا مثال گفتم و 3 4 تا هم اثبات با هم دیگه کردیم. از جلسات بعدی میریم سراغ بررسی بیشتر مشتق هامون و ترکیب مسائل حتی پیوستگی با مشتق و توابع بعضی مشتقهای دیگر رو هم براتون در آینده اثبات خواهم کرد، از جمله توابعی مثل توابع مثلثاتی و همچنین بهتون مشتق تقسیم و ضرب رو هم میگم جلوتر، نگران نباشید اینا در حد ابتدایی هستن هنوز. پس امیدوارم که لذت برده باشید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو سیو کنید و بعدن هم ببینید. همچنین در کانال خودم وجود داره، هر وقت خواستید میاد میبینیدش. پس بهتر که کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که اگه آموزش و ویدیو جدیدی منتشر کردم شما از اون مطلع بشید. منتظر نظرات شما هم هستم که در بهبود کیفیت ویدیوها از اونها استفاده کنم. شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدایا رو نگهدارتون تا جلسات بعدی.